اوکی، به قسمت نه چهارم، به قسمت چهارم برنامه خوش آمدید. سوالی که پرسیده بودن اینه که از کجا بفهمم یکی به من دروغ میگه. این سوال به من نشون میده که عدم حس اعتماد. معمولا اگر به دیگران اعتماد ندارید، به خودتون اعتماد ندارید. بعد به این قضیه توجه بدید. اگر دروغ میشنوید، کارمای دروغ دارید. به کارمای دروغ درمان بدید. قسمت دیگرش از تجربه است که تشخیص بدید کسی دروغ میگه یا نه. هر چقدر خودتون رو بهتر بشناسید، هر چقدر صادقتر باشید، کمتر این چیزا پیش میاد. خیلی اوقات وقتی سطح ارتعاشتون بالا باشه، افراد این حسی که بخوان دروغ بگن حتی درشون کمتر میشه. یعنی تحت تاثیر ارتعاش شما که قرار بگیرن، یا دروغ نمیگن یا کمتر میگن. یعنی سطح ارتعاش شما خیلی تاثیر داره. مرسی خانم فتنه. اوکی، مراقبه. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف. نفس عمیق. کفای دستتون رو باز بذارید. اول خودمون رو وصل میکنیم به گرید ذهنیت الهی. این کمک میکنه به تغییر ذهن و ارتعاش و خیلی هم راحته. تو برنامه قبلی راجع به گرید ذهنیت الهی توضیح دادم. گرید ذهنیت الهی یه انرژی دور کره زمینه که انرژی ذهنیت الهی داره، ارتعاش خیلی بالا داره و از روح بزرگمون کمک میگیریم. دیگه 2 دقیقه هم بیشتر زمان نمیگیره، خیلی راحته. روزی 1 بار این کار رو انجام بدید، به تغییر دیدگاه و ارتعاشتون کمک میکنه. در قبل از مراقبه وقت خیلی خوبیه برای این کار که بگید از روح بزرگم درخواست میکنم من رو وصل کن به گرید ذهنیت الهی. Divine Consciousness Grid، این اسم انگلیسیشه. Divine Consciousness Grid، گرید ذهنیت الهی. از روح بزرگم درخواست میکنم من رو وصل کن به گرید ذهنیت الهی آنطور که به صلاح منه. I ask my higher self to connect me to divine consciousness grid in a way that is good for me. از روح بزرگم درخواست میکنم من رو وصل کن به گرید ذهنیت الهی آنطور که به صلاح منه. حالا 1-2 دقیقه سکوت. Okay. به همین راحتی این کمک میکنه برای شفاف شدن ذهن. گاهی اوقات که دنبال راه حل میکردید میتونید این کار بکنید، کمک میکنه برای پیدا کردن راه حل. نفس عمیق. اوکی. تصور کنید یه خورشید. این خورشید به نیت خدای مادر هست. تصور کنید نور این خورشید به شما میتابه و از جسمتون رد میشه. مثل همانند شیشه که نور ازش رد میشه، تصور کنید نور این خورشید به شما میتابه، به تمام بدنتون از سر تا پا میتابه و از جسم شما رد میشه.
در عینی که این نور به شما میتابه، تمام تک تک سلول های بدن شما رو، جسمتون و بدن نوریتون داره پر میشه از نور طلایی رنگ. پر میشه از نور طلایی رنگ. از سرتون، انگشتاتون، سلولاتون این نور طلایی رنگ میزنه بیرون. پر میشید از نور طلایی رنگ. میزان این نور طلایی رنگ اینقدر در شما زیاد میشه که شروع میشه تبدیل میشه به آتش طلایی رنگ. شعله ور میشید از آتش طلایی رنگ. تمام این نورهای طلایی رنگ شعله ور میشه مثل شعله طلایی رنگ. تمام جسمتون رو در بر گرفته، حتی فراتر از جسمتون شده، مثل اینکه شما وسط یه شعله طلایی رنگ قرار گرفتید. این یه پاکسازی خیلی خوب ایجاد میکنه. نفسه عمیق. تصور کنید نور خورشید به شما میتابد، شما در شعله طلایی هستید. شعله از سرتون بلندتره، میزنه بیرون. از سینتون، این شونه درونتون در سینتون داره شعله ور میشه، پاکسازی میکنه. تمام ارگان هاتون و تک تک سلول هاتون و این شعله در بر گرفته. حالا با من تکرار کنید: سلام به خدای مادر عزیزم، از اینکه به من عشق می‌ورزی سپاسگزارم. منو ببخش برای نادانی هایی که کردم. کمکم کن خودم رو هم ببخشم. به من و به خانواده من و اجداد من بلسینگ بفرست برای بالاترین بخشش و بالاترین ورچو، آنطور که به صلاح منه و به صلاح اونها. از خدای مادر مهربان بی نهایت سخاوتمند و مهربان درخواست میکنم به تمام مردم ایران که در مسیر نور هستند بلسینگ بفرستید برای بالاترین بخشش و بالاترین ورچو، آنطور که به صلاحه. از شما خدای مادر بی نهایت مهربان و بی نهایت سخاوت من درخواست میکنم بلسینگ بفرستید به پورتال فرشته ها، آنطور که به صلاح همگان است. از شما خدای مادر مهربان درخواست میکنم به مادر زمین بلسینگ عشق بفرستید، آنطور که به صلاحه. از فرشته متاتران درخواست میکنم، فرشته مقرب متاتران درخواست میکنم به تمام افرادی که حضور دارند و بعداً برنامه رو میبینند بلسینگ بخشش، ورچو، عشق و آرامش و برکت بدید، آنطور که به صلاحشونه. از فرشته مقرب شمیول و گروهی که در تیمشون هستن درخواست میکنم در اورای همه انرژی عشق بگذارن. بلسینگ به همه افرادی که در
حضور دارن و برنامه رو بعدن میبینن، بلسینگ بهشون بدید برای باز شدن قلب هاشون و از فرشته مقرب شمیو درخواست میکنم به رابطه های اونها، روابطی که با دیگران دارن، انرژی عشق، آرامش و آگاهی بدید. از فرشته مقرب اوریو درخواست میکنم به تمام افرادی که حضور دارن و برنامه رو بعدن میبینن بلسینگ برکت و فراوانی و ثروت بدید و بلسینگ برای دریافت این بلسینگ که دریافت کنند به خوبی و به راحتی فراوانی و ثروت رو، هم دریافت کنند هم براشون فراهم بشه. از فرشته مقرب مایکل درخواست میکنم به تمام افرادی که حضور دارن، تمام افرادی که برنامه رو بعدن میبینن بلسینگ حفاظت بدید از انرژی هایی که به اونها عشق نمیورزن، بهشون حباب حفاظی بدید اونطور که به صلاحشونه، بهشون کمک کنید که شهامت و قدرت های درونی خودشون رو ببینن، کشف کنن. از فرشته مقرب راضیه و درخواست میکنم بلسینگ آگاهی، آگاهی به یکی بودن با خالق، آگاهی به عظمت هویت اصلیشون به تمام افرادی که حضور دارن و برنامه رو بعدن میبینن بدید. از تمام فرشته‌های عشق درخواست میکنم بلسینگ برای عشق به خود به تمام افرادی که حضور دارن، تمام افرادی که برنامه رو بعدن میبینن و تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن، بلسینگ بدید برای عشق به خود که این یکی از ریشه‌های مهمه که به خودشون عشق بورزن، خودشون رو خوب و دوست داشتنی ببینن. از تمام اسبای شاخدار مهربان درخواست میکنم به تمام افرادی که حضور دارن و برنامه رو بعدن میبینن کمک کنید هماهنگ بشن با روحشون، روح درونشون و روح بزرگشون، یگانگی درون، صلح درون داشته باشن. به تمام کودکان کمک کنید حس امنیت و آرامش داشته باشن. از روح بزرگ مادر زمین درخواست میکنیم به تمام افرادی که حضور دارن و برنامه رو بعدم میبینن بلسینگ عشق و تعادل ذهنی، تعادل جسمی و تعادل احساسی بدید. و سپاس داریم از مادر زمین که به خوبی به ما خدمت میکنه بدون بازخواست. از خورشید آسمان، the solar sun، از روح بزرگ خورشید درخواست میکنیم بلسینگ به تمام افرادی که حضور دارن، برنامه رو بعدن میبینن، تمام افرادی که در مسیر نور هستن بلسینگ بفرستید برای آگاه و بیدار شدن. انرژی خورشید دارای آگاهیه، وقتی به شما میتابه آگاهی میده.
اوکی. حالا شروع میکنم به ذکر گفتن. از تمام انرژی هایی که به نور خدمت میکنن درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از مادر زمین درخواست میکنیم با ما ذکر بگو. از فرشته های مقرب از پای شاخدار درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از تمام انرژی هایی که به خلق بشر عشق میورزن درخواست میکنیم با ما ذکر بگید. از روح درونم درخواست میکنم با من ذکر بگو. از روح بزرگم درخواست میکنم با من ذکر بگو. از فرشته نگهبانم درخواست میکنم. از معلم های نوریم درخواست میکنم با ما ذکر بگید که اثر بخش این ذکر قوی تر و بیشتر باشه. عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه. 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 توجه رو سینه‌تون هم بذارید، تصور کنید که قلبتون داره باز میشه. عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه. 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 عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه.
عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه، 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 عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه. خدای مادر مهربانم، تو قلب منی، روح منی، همه وجود منی، هستی منی، مادر مهربانم. نفس عمیق. بسیار خوب، حدود 6 دقیقه وقت داریم. رشته مهربانی عشق، سوالم اینه که از همسرم جدا شدم و یه منو بخشیده. فکر کنم شما این پیامو بر من فرستاده بودید از تلگرام، من جوابتون رو دادم. میتونید از خالق فرشته درخواست کمک بکنید، ولی اول باید یه ریشه یابی از روح بزرگتون بکنید، ولی من فکر میکنم جوابتون رو در تلگرام دادم. از وقتی که به فرشتگان مقرب و معلمای نوری درخواست آگاهی میدم، هر روز سردرد دارم. یه مقدار احتمالا دارید زیاده کاری انجام میدید، یعنی بیش از ظرفیتتون دارید درخواست میدید. درخواستاتون رو کمتر کنید. تو کلاس پاکسازی شرکت کنید. تو کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید. هنگام مراقبه چی؟ هنگام مراقبه وقتی به کارما درمان داده میشه، به اون چیزی که میخوایم میرسیم. بستگی داره که اون چیزی که میخوایم چی هست. این خیلی سوال کلیه. آیا فرشتهایی که در منزل افتاده چی کار کنیم؟ آیا فرشتهایی که در منزل، سوالتون رو من متوجه نمیشم. فرشتهایی که در منزل افتاده، من نمیدونم منظورتون چیه. سپاس استاد. این اواخر گاهی پرسفید کوچیک روی پر سفید کوچیک روی میز کارم میبینم. پر نمادی از حضور فرشته و از حضور اسبای شاخدار، بدین وسیله حضور خودشونو به شما نشون میدن. حالا اینکه اگر مربوط به فرشته میشه یا اسبای شاخدار، اینو خودتون باید تشخیص بدید از حستون. خیلی اوقات اسبای شاخدار حضور خودشونو اینطوری نشون میدن. شم میدیدم، بسیار خوب. یعنی شم نمادی از آگاهیه، نور به هر نوع نمادی از آگاهیه. احساس آرامش، ممنون. موقع بلسینگ احساس میکردم چیزی در دستام میگذاشتن. به شما هدیه داده شده، بسیار خوب. ترس چیست؟ ترس از باور کاذبه، این از باورهای کاذب این عمر و عمرهای قبل، ولی کاذبه، تو خالیه، باور کاذبه، دیدگاه کاذب.
کارمای زلزله برای مردم. زلزله بیشتر ربط داره به تعادلی که زمین داره به خودش میده، ولی خروج افراد بی اتفاق نیست، یعنی اینا همش به هم یه هماهنگی داره. زمین باید برای تغییر انرژی خودش یه پاکسازی انجام بده و روح افرادی که در اون منطقه هستن روحشون آگاه به این زلزله، روحشون، روح بزرگشون آگاهه که قرار زلزله بیاد. قبل از اینکه خود اون زلزله اتفاق بیفته، معلمای نوریشون، فرشتای نگهبانشون آگاهن که این اتفاق قرار بیفته. حالا یه قسمت قضیه برای باز شدن قلب هاست که افرادی که به کمک هم میشه تابن و قلب هاشون باز بشه، ولی از بیرحمی نیست، اتفاقی نیست. دیدگاه های کاذب پیدا نکنید. به جای دیدگاه های کاذب و به سطح قضیه نگاه کردن، درخواست آگاهی بدید. خب چرا این زلزله به وجود اومد؟ از روح بزرگتون و از معلمای نوریتون بپرسید. به سطح قضیه نگاه نکنید. معلمای نوری روح بزرگ شخصی که تو همون زلزله بوده یا حتی خروج کرده یا آسیب دیده، قبل از این اتفاق آگاه بوده که این اتفاق میخواد بیفته. سورپرایز نیست. به ذهن دنیاوی ما سورپرایزه که آیا این شده. برای معلمای نوری شما و روح بزرگتون سورپرایز نیست. دعا برای باران. باشه، بلسینگ میفرستیم. خمیازه یعنی رها کردن. سپاس، سنگینی. بدنتونی خود نرمش بدید. پرهای فرشته ها که در منزل افتادن. خب من اگه پر تو منزلتون دیدید، نشونی از حضور فرشته یا اسبای شاختار هست. خانم فروز، فرانس جان میشه در خاص بلسینگ باران بدید؟ بله، برای تهران. باشه، چشم. فوق‌العاده بود. کسی که در دوران کودکی اینو براش وقت مشاوره بگیرید. من الان چون چقدر زمان زود میگذره، شد یه دقیقه. من میخواستم تو همین سگمنت درمان هم بدم، ولی چقدر زود گذشت. مگه مراقبمون چقدر بود؟ زمان سریع میگذره. آره یعنی نمیدونم، مراقبمون به نظرم میمد اینقدر طولانی باشه که یه دقیقه بیشتر نمونده. خانم ملودی، شما یه وقت مشاوره بگیرید، از واتساپ اقدام کنید، یه وقت مشاوره بگیرید. وقت مراقبه شم که عرض کردم، آگاهی، نور یعنی آگاهی. خواب دیدم شما اومدین خونه ما مهمونی، یعنی بهتون داشتم درمان میدادم. به بهانه مهمونی آمدم به شما درمان دادم. خانم آرزو، شما تو کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید. از قلبهای زیبا سپاس دارم، از قلبهای ابراز احساسات زیباتون سپاس دارم. حامله یعنی به زودی تغییراتی براتون ایجاد میشه. به صورت حاله از بالای سرم رد شد. هنگام مراقبه حس کردم کسی به صورت یه حاله بالای سرم شد. احتمالا فرشته بوده. من تصویر یک زن که به من لبخند میزد رو دیدم. ممکنه یه معلمه نوری یا فرشته نگهبانتون بوده. از حستون باید تشخیص بدید کی بوده. درودها استاد، خواهش میکنم. مرسی. اوکی، پرهای فرشته ها که در منزل میفته. خب عرض کردم چرا وقتی جواب میدم پیامو دوباره میفرستین. فکر کنم اینقدر در پیام فرستادن عجولید، به جواب توجه نمیدید. جواب چنو دادم خانم فروز؟ حالا در برنامه وقتی تکرارشو میبینید، ضبطشو میبینید. اوکی، برگردیم. قطع میکنم، برمیگردیم برای درمان.